حرام بودن زنا، قمار و گوشت خوک. سوال: چرا در اسلام زنا، قمار و خوردن گوشت خوک حرام است؟ جواب: حمد و سلام به پروردگار. ما در حیرتیم که از شخص مسلمان اوید مسائلی که خیلی واضح و بی بحث و نیاز به اثبات ندارد چنین سوال صادر می شود. اما جواب این سوال خیلی ساده است. این چیزها حرامند، زیرا الله سبحانه و تعالی که طاعتش بر ما واجب است در قرآن کریم به ما گفته است: به زنا نزدیک مشوید، زنا کار زشت و بدترین راه است. سوره اسراء آیه 32. و این چنین به ما گفته است: تنها مردار و خون و گوشت خوک را بر شما حرام کرده است. سوره بقره آیه 173. و این چنین فرموده است: ای کسانی که ایمان آوردید، شراب و قمار و بت‌ها و ازلام و یک نوع قرعه پرتایی پلید و از عملی شیطان است، پس از آنها دوری جوید تا رستگار شوید. شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار در بین شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد الله و از نماز باز دارد. پس آیا شما خودداری میکنید؟ در مائده آیه 90 و 91. ما باید از روی ایمان به شریعت الله، به امید ثواب او و ترس از عذاب او و هر چیزی که الله حرام کرده است دور شویم. ما همچنین باید ایمان آوریم که الله تعالی بر ما در اسلام جز چیزی ضرارآور و فاسد را حرام نکرده است. نوابسته از آن که ما آن را با عقلهایمون درک کردیم و یا درک نکردیم، زیرا الله تعالی در قرآن فرمود: نه سوگند به پروردگارت که آنها ایمان نمی آورند مگر اینکه در اختلافهایشان تو را داور قرار دهند و از حکمی که تو می دهی در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. سوره نساء آیه 65.